لینا روزبه، نویسنده، شاعر و مجری و خبرنگار تلویزیون آشنای صدای آمریکا، به تازگی مجموعه اشعاری رو روانه بازار کرده، شامل 140 شعر که به زبانی ساده نوشته شده و قابل درک برای تمام کسانی که به زبانهای فارسی و دری تسلط دارن. من فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث شد که من شعرها را که حدود بیش از 20 سال و اندی نوشته بودم در این کتاب و نشر برسانم همی بود که حداقل اگر جهان نه بلکه کشورهای همزبانی مثل ایران یا تاجیکستان یا مردمی که قادر به خواندن دری و فارسی هستند یک شمه از رنج یک مهاجر افغان، یک زن افغان را از طریق شعرها بتونن به او به نوع دسترسی داشته باشن و به نوع ثبت شده یک تاریخچه کوتاه است از زندگی یک افغان در مهاجرت، از رنج هایی که بالفرض بر من یک افغان مقیم امریکا با خواندن خبرهای رسید از کشورم مستولی میشه و من در برابر از او چگونه خود را حس میکنم. بنابراین فکر میکنم شاید در شناخت بیشتر رنج افغان ها و باشندگان منطقه مثل کسانی که در ایران هستن یا تاجیکستان بتونن اندک کمک کنم. اشعار این کتاب به گفته خود لینا روزبه واکنش یک مهاجر به اوضاع جامعه‌اش. از او در مورد بازتاب هویتش به عنوان یک مهاجر در این کتاب پرسیدم. زندگی در غربت، البته برای ما که از سن 8 سالگی افغانستان را ترک گفتیم، به نوع صیقل دهنده شخصیت و هویتی که امروز هستم شده و به نوع مشکلاتی را که ما در زندگی مهاجرت در سرزمین های مختلف به او مواجه شدیم، شاید انسان بهتری از ما ساخته باشه، شاید هم بدتری، نمیفهمم، ولی ما را بیشتر آشناتر با درد مردم ساخت. بنابراین من فکر میکنم اگر شاید من زندگی در مهاجرت را سپری نمیکردم، قادر به نوشتن شعری نمیشدم، درد و رنج نمیداشتم که در مورد از او بخوام چیزی بنویسم و در عین زمان تجربه های خوب و مثبت را هم نمیداشتم که او آشنایی با مردم از سرزمین های مختلف، فرهنگ های مختلف و درک این موضوع است که بالفرض اگر افغانستان امروز از لحاظ سیاسی با رژیم سیاسی ایران مشکل داره یا با رژیم سیاسی در پاکستان معضلات داره، ولی مردم در تمام این کشورها، مردم عادی و باشنده از اونها خواهان یک چیز هستند که یک زندگی و روال عادی زندگی هست که این مشترکات است که من در هویت تمام انسان ها یافتم. بنابراین تجربه بد است زندگی در مهاجرت، از دست دادن کشور، تاثیرات جنگ، ولی در این زمان تجربه مثبت است در عرصه شناخت جهان و مردم که به شما یک غنای هویتی زیاده می بخشد. جنگ در این کتاب پررنگه، جنگی که باعث شد لینا از کودکی طعم مهاجرت و زندگی در کشوری غریب رو بچشه تا همین امروز که به عنوان مجری برنامه خبری به طور روزانه باهاش سر و کار داره. جنگی که به نظر او بیشترین تاثیر رو روی زنان و دختران گذاشته. معضلات جنگ و حد گسترده است که خشونت علیه زن در افغانستان در حاشیه قرار گرفته. اگر شما خبر میشنوین که یک زن کشته میشه و متعاقب از او خبر انتحاری که در او 70 تن کشته شده، معمولا این اخبار به حاشیه رانده میشه و بعد بیسوادی و تحجری که در جامعه جریان داره، 14 جنگ تمام فرصت یک زندگی عادی را از شهروند افغانستان گرفته، فرصت سواد را، فرصت حداقل تعقل در یک جامعه آرام آری از جنگ را، که خودش هم مبارزه زنا را برای گرفتن حقشون مشکل ساخته. یعنی زنی اگر در جامعه امروز افغانستان که در او انتحار است، فقر است، تهجر است، خشونت است، بخوای از حق خود صحبت کنه، مسخره به نظر میرسه. بنابراین من فکر میکنم مبارزه برای احیای حقوق زن راه بسیار طویلی را در جامعه افغانستان پیش رو داره. خشونت برای زن پذیرفته شده است، برای اینکه افکار هنوز اون محیط و آرامش را نیافتن تا واقعا فکر کنن که خشونت علیه زن غلط است، اشتباه است و علیه از اون مبارزه صورت بگیرم. میشنویم بخشی از یکی از اشعاری رو که رنج و مصیبت زنان رو تصویر میکنه. مرا بکش و بسط تیر و خنجر غیرت، بزن به فرق سرم تا که این زمین باشد. اگر ز ظلم تو من ناله و صدا کردم، بزن به تیغ گران گردنم که این باشد. به نام غیرت و ناموس مرا فروش و بخر و با درایت خود خطبه ده که دین باشد. بگو که عزت و حرمت فقط برای زن است، هر آنچه مرد کند حق کند و زین باشد.
گهی به سنگ و به آتش، گهی اسید و چماق، سزای جنس زن این خلقت حزین باشد. تمام غیرت مرد یک لگد به جسم زنی، تمام غیرت زن صبر واپسین باشد. در مورد نام کتاب لینا برام توضیح داد که همواره این وعده بهشت بوده که مردم افغانستان رو که صداقت مذهبی دارن اما آگاهی کمی نسبت به دین اسلام دارن فریب بده. اما بشنویم از واکنش ها نسبت به این کتاب. اگه دا آمدن و گفتن وعده بهشت اگر کتاب مذهبی نوشتی، از همین حال میگیم که تو یک عالم مذهبی نیستی و نباید در مورد دین اسلام بنوشتی. ولی بعدن که اینا اندک اندک درک کردن، وقتی که من نمونای از اشعار کتاب با اونا در میان گذاشتم، اتفاقا نظریات بسیار مثبت بود. اکثر هموطنان ما در سرسر جهان از طریق صفحه آمازون خریداری کردن و برخی هم طوری که گفتم داشتن کتابی را که به نوعی از احساس یک فرد عادی افغان نمایندگی میکنه در معرفی احساسات و تجارب به جهان مؤثر ارزیابی کردن، به خصوص خانم ها. یکی از اشعار این کتاب که توجه خود من رو خیلی جلب کرد، روایتی است از روزهایی که لینا روزبه کودک بود و همراه با خانواده‌اش به ایران مهاجرت کرده بود. متاسفانه در سالیان اول دوران روی کار آمدن رژیم آقای خمینی و در او نه تنها فشار بر افغان ها بلکه بر ایرانیان هم زیاد بود و متاسفانه مهاجرین افغان مثل حال حتی قادر به این نبودن که اطفال خود را به مکاتب بفرستن، قادر به این نبودن که کار کنن، قادر به این نبودن که خانه بخرن. هر حقوق انسانی بشری را که شما میتونن حتی او را در مورد از فکر کنین با مهاجرین افغان داده نمیشد و اینا یک زندگی بسیار رقتبار در خفاره. حتی او مهاجرانی که میلیون ها دلار با خود پول از افغانستان به ایران برده بودند زندگی میکردن و این نه تنها تاثیرات منفی را بر همه بلکه بر کودکان افغان که من یکی از اونا بودم هم داشت. یعنی من بیادم میاد که من چقدر تشنه ازی بودم که به زودترین فرصت مکتب یا مدرسه را آغاز کنم و چقدر مشقت خانواده ما کشیدن تا سانستن که کودکان خود را به مکتب بفرستن. و این تاثیرات زندگی و تجربه در ایران شعری را به نام رنج یک افغانی باعث شد، شعرواره ای را البته که من بنویسم که یکی از شعرهایی است که من فکر میکنم بیشترین واکنش از جانب افغان ها و همچنین ایرانی ها با خود داشته. تعدادی حتی از ایرانیان او را در صفحات خود گذاشتن و با رنج ماجرای افغان در افغانستان غم شریکی کردن. البته شعر بسیار طویل است، من به بخش آخرش اکتفا میکنم. می روم ولی درخت های سبز و بلند کرج، سرک های پاکیزه تهران، خانه های مجلل بالا شهر، نان های گرم نانوایی، کفش های راحت چرمی، پتلون های زیبا و رنگارنگ، همه و همه یاد مرا، رنج های مرا، نشان انگشتان مرا، عرق و سرشک ریخته از چشمان مرا با خود به یادگار خواهند داشت. می روم ولی حاصل دست های این کارگر افغان برای همیشه در رگ و پوست کشورت جاودان خواهد ماند. می روم چه می دانی؟ شاید روزی تو به دروازه شهر من معتاج گرد. وانگه من به تو درس مهربانی را خواهم آموخت، وانگه تو درد در بدنی مرا خواهی چشید. وانگه شاید یک بار برای لحظه کوتاه‌تر از یک نفس سرت را با پشیمانی در مقابل عدالت وجدانت خم کنی و فقط همان یک لحظه قیمت ده ها سال رنج مرا با آسانی خواهد پرداخت.